سلام و شب شما بخیر. به برنامه بازار استرو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. ساخت یک مجموعه تشخیص آفتهای نباتی. برای نخستین بار مجموعه آزمایشگاه تشخیص آفتهای نباتی در کشور ساخته شد. این کمپلکس لابراتوار یکی از مجهزترین کمپلکس ها نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه است که با تجهیزات و تکنولوژی های مدرن مجهز است. صادرات افغانستان از راه لاجورد. نخستین ماموری آزمایشی که از راه لاجورد صادر شده است به ترکمنستان سر رسیده است. اطلاعاتی که ما امروز و دیروز هم داشتیم به خاطر بعضی مسائل استقبال مقامات بلندپایه دولتی کشور ترکمنستان، این کاروان یا این محموله ها در اشقابات منتظر هستند. انتقاد از کارکرد ضعیف شهرداری کابل. با گذشت 20 روز از آغاز کار قریزی گردنه کارت سخی تا اکنون این پروژه تکمیل نشده است. از این بالا که دوست است تا به پایینش، یعنی تو فکری از این را بکو که دی وطن ای تو چور است. اگر چهار تا غریب بیچاره به خاطر شهروندی و کمبود نیروی کار در کشور تونس. این برنامه بعد تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان می‌پردازیم. برای نخستین بار یک مجموعه بزرگ آزمایشگاه‌های تشخیص آفت‌های نباتی در کشور ساخته شده است. مثلاً وزارت زراعت هزینه ساخت این مجموعه معیاری بزرگ را 400 میلیون افغانی می‌گویند و با باور آنان با بهره برداری از این مجموعه بخش بزرگی از مشکلات کشاورزی و دامداری در کشور حل خواهد شد. یگانه مجتمع بزرگ و معیاری آزمایشگاه‌ها در بخش کشاورزی در کشور اینجا در بادامباغ کابل با کمک بانک جهانی ساخته شده است. وزارت زراعت آبیاری میگوید که در این مجتمع هر آنچه مربوط به کشاورزی است، از فرآورده‌های داخلی و وارداتی گرفته تا کودها، برای تثبیت کیفیت در همین مجتمع بررسی خواهند شد. این کمپلکس لابراتوار یکی از مجهزترین کمپلکس ها نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه است که با تجهیزات و تکنولوژی های مدرن مجهز است. وسایل و تجهیزات اکثریتش تکمیل و به کمپلکس انتقال یافته. یک مقدار اجناس دیگه ای که ضرورت است هم تا یک ماه آینده به افغانستان انتقال پیدا میکنه. اینجا هم موزیم حشره های کمپلکس است. در اینجا آفات و بیماری های گوناگونی که توسط حشرات به میان میآید تشخیص داده میشه تا در نهایت راه های جلوگیری مبارزه با آنها در پیش گرفته شود. در بخش از این آزمایشگاه گواهینامه های کیفیت فرآورده های داخلی که به بازارهای جهانی صادر می شوند نیز داده خواهند شد. این مجتمع معیاری و بزرگ قرار است تا چند ماه دیگر به بهره برداری سپرده شود. اما کارمندان فنی برای کارگیری از ابزارهای پیشرفته در این آزمایشگاه ها از همین اکنون آموزش می بینند. ما استاف بسیار مجرب و با تجربه داریم که تمامشان اکثریت بسیار موثر چیز دارند، تحصیل دارند و ما در پروگرام های خارجی و داخلی آموزش دادیم، ترین دادیم و تمام مشکلات دیاقینی که از طریق امتیاز زراعتی، از طریق آفات امراض برای اینجا روبرو میشه به مشکل، دهی لابراتوار این میتونه که ما تشخیص کنیم و جلوگیری از خسارش کنیم. وزارت زراعت آبیاری میگوید که با بهره برداری از این مجتمع زمینه ها برای شناسایی آفات های گوناگونی که سالانه بخش بزرگی از نباتات را نابود میسازند آماده خواهند شد و نیز برای جلوگیری از آنها اقدام خواهند شد. این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای محمد ولی سالاری، مشاور وزارت زراعت آبیاری. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما، تمام کارمندان تلویزیون طلوع و از پرده تلویزیون طلوع و همه مردم افغانستان. ممنون. آقای سالاری، میخوایم بپرسم در نخست در مورد هدف ساخت این کمپلکس بر ما بگوین که هدف شما چی است و در این کمپلکس کدام نوع فرآورده ها مورد آزمایش قرار میگیرند؟ بسیار سوال خوب. البته با ایجاد مار و تجهیز این لابراتوارها
وزارت زراعت از یک پروژه به نام پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان که توسط بانک جهانی تمویل می شود و بودجه مجموعی آن تقریبا 67.25 میلیون دلار هستند، می خواهد که یک سیستم قرنطینی در کشور ایجاد بکنند و به خاطر امی سیستم وزارت زراعت می خواهد که یک لابراتوار کمپلکس لابراتوارها در بادامباغ ایجاد بکنه، البته به هزینه 400 میلیون افغانی، که انمی کمپلکس لابراتوارها مشتمل بر 13 لابراتوار هستند که 5 لابراتوار از جمله امی 13 لابراتوار 5 لابراتوار به خاطر امو فرمولیشن یا ارزیابی آفتکش‌هایی که از کشورهای مختلف به افغانستان آورده میشه، البته کدهای کیمیایی هستند و بقایای آفتکش‌ها در محصولات زراعتی. تا اکنون در افغانستان ما یک سیستم نداشتیم. هر آفتکشی که به افغانستان وارد میشه، البته ما تنها به اساس اونمو معلومات خارجی که در بیرون در مقطی نوشته هستند ما به او اعتماد میکنیم، البته در داخل چون نمیفهمیم، ولی با ایجاد اموتو یک لابراتوار ما میتونیم که امو فرمولیشن از اینکه واقعا در داخل انمی قطی امو چیزی هستن یا نیست، یعنی وزارت زراعت میتونه که امیره فرمولیشن کنه، تجزیه بکنه، تحلیل بکنه و هم شد کودهای کیمیایی که از بیرون میاید با کیفیت بسیار خراب میاید. البته با ایجاد همچون یک لابراتوار در اونجا ما میتونیم که اون کیفیت کدهای کیمیایی که واقعا اون چیزی که در بیرون بوجی نوشته هستند در داخل هم هستند یا نه، اونمور ما تحلیل کرده بتانیم و همچنان بقایای آفتکش ها هستند. در افغانستان آفتکش ها که استفاده میشه، البته کشورهایی که محصولات زراعتی افغانستان میخواهد وارد بکنه و از خود معیارات داره، ما همی با ایجاد همچی یک کمپلکس لابراتوار ما میتونیم که معیاراتی که هر کشور مثلا ما میخواهیم به او محصولات زراعتی صادر بکنیم، ما میتونیم همینجا قبل از اینکه به سرحد عضو برسد و اونجا و بالاخره به ما بگه که ما همون معیارات ما پوره نمیتونه، یعنی تثبیت کیفیت میشود، کیفیت را به شما رایت میکنه. این 5 لابراتوار است. 3 لابراتوار دیگه به خاطر البته میکروب ها هستند که میکروب هایی که محصولات زراعتی را ملوث می سازه، بعض عناصر سنگین هستند که عبارت از سرب است، سیماب است، کاندیم است و عناصر دیگه هستند که وام میتونه به صحت مردم افغانستان و خصوصا در کشورهای بیرون از افغانستان در اونجا که وارد میشه این چیزها را میبینه در اونجا و همچنان افلاتاکسون یا نوع مواد زهری هستند که در خود محصولات در اونجا جمع میشه، ما میتونیم که همه یا در اینجا تحلیل بکنیم قبل از اینکه به چیز روان کنیم به خارج از کشور در مارکت های بین المللی و 5 لابراتوار دیگه هستند که در مجموع 13 لابراتوار و 5 لابراتوار دیگه هستند به خاطر تشخیص امراض نباتی که شامل امراض باکتریایی میشه، امراض وایرسی میشه، امراض قارچی میشه و همچنان امراضی که توسط نمادها در نباتات به وجود میاد. با داشتن همچون یک کمپلکس وزارت زراعت قادر میشه که تمام معیارات که تجارت جهانی لازم میبینه امور پورا بکنه و همچنان محصولات زراعتی را به مارکت های بین المللی با بله. امو میارات شان از اینکه سهولت ایجاد میکنه در بخش صادرات ما که با چین و کیفیت ما میخواییم که فرآورده های خود صادر بکنیم به بیرون از افغانستان، آیا میتونه سودآور باشه در بخش از اینکه شما آفات ها را شناسایی میکنین تا جلوگیری از او هم صورت بگیره؟ بله، البته این به سطح منطقه، البته در آسیای میانه ای تو یک کمپلکس لابراتوارها وجود ندارد. ای اولین یک گام بسیار بزرگ، البته رهبری وزارت زراعت میخواهد که تمام سیستم ها را معیاری بسازد در وزارت زراعت و نه تنها ای که ما امراض تشخیص میکنیم توسط می کمپلکس لابراتوار، بلکه در سطوح مختلف حتی میتونه که اشخاصی که متخصص زراعت هستند تجارب بسیار پیشرفته را با سطوح ماستر و پیچدی در اینجا ما انجام بدیم. عوض از اینکه ما کسایی را به بیرون روان کنیم برای ماستری و پیچدی، این کسا میتونه در داخل افغانستان از همین کمپلکس لابراتوارها تجارب بسیار پیشرفته را در اینجا ما انجام بدیم و بالاخره اونجا ماستری و پیچدی بگیره.
بله. آیا روشن است که چه زمان این کمپلکس به بهره برداری سپرده میشه تا هم فرورده های ما که تثبیت کیفیت در اینجا صورت بگیره، هم صادر کنندگان و هم کسانی که وارد میکنن از این کمپلکس بهره مند شوند؟ تشکر. البته می ساختار فیزیکی ازی که تعمیرات هستند او کلش تکمیل شده. بله. کمپلکس لابراتوار که در اینجا هستند اینمی تکمیل شده، تدارک لوازم و سامانالات در جریان هستند. انشاءالله تا در حدود 5 تا 6 ماه ما یک سیستم لابراتواری بسیار مجهز در افغانستان خواهیم داشت. در پهلوی همیت لابراتوار ما وزارت زراعت کوشش کرده که در بنادر سیستم های قرنطینی رو بسازیم. ما یک مثالش هم میاریم، مثلا ما اگر یک سیستم قرنطینی قوی می داشتیم در وقتهای پیش، یک آفت استد به نام مگس خربوزه. کنمو مگس خربوزه یک آفت قرنطینی است، در افغانستان نبودن، ای را از کشور همسایه به افغانستان صادر شدن. نو آله که ما در طرف های شمال، صفحات شمال که مرکز عمده تولید خربوزه هستند، اونجا ای آفت در اونجا آمده. یعنی سیستم قرنطینی که توسط وزارت زراعت از طریق پروژه عامل تولید زراعتی افغانستان ایجاد میشه، یک گام بزرگ و مثبت در عرصه معیاری ساختن سیستم های زراعتی برای محصولات، خصوصا برای صادرات محصولات زراعتی در افغانستان میباشد. بله. آیا در بنادر در حال حاضر در گمرک ها سیستم های معیاری قرنطینه وجود داره که اینا تثبیت کیفیت هم بکنن، در کنار از اینکه خب اینا میتونن در بادام باغ بیان در اینجا تثبیت کیفیت شوه فرآورده های کشاورزی؟ البته قبل از اینکه این سیستم که هستن در اینجا به می سیستم مغلق ما نمیتونیم در بنادر داشته باشیم. در بنادر البته سیستم قرنطینی هستن، ولی وقتی که یک کس میخواد به افغانستان یک کتله بزرگ مثلا کدای کیمیاوی یا آفتکشا در اینجا چیز کنه، یک نمونه شمیار در اینجا قبل از اینکه به افغانستان وارد شود و در این کمپلکس لابراتواری که در بانابا است اینجا تجزیه میشه، اگر مطابق اصول و معیارات بین المللی هستن به افغانستان وارد میشه، اگر نیستن تشکر. سپاس از اینکه به برنامه حضور یافتین. خیلی سپاس. تا لحظات دیگر. صادرات افغانستان از راه لاجورد. برنامه بازار خوش آمدید. در این بخش برنامه بازار ما تازه ترین تحولات از بازارهای افغانستان در اختیار شما قرار میدهیم تا شما هم بتوانید بر بنیاد این تغییرات و تحولات از بازارهای افغانستان معاملات روزمره تان را انجام بدین. در گام نخست هم میبینیم که بهای مواد خوراکی چگونه است، آیا تغییرات در بهای مواد خوراکی تا کنون با وجود آمده است یا که خیر؟ بله، آنچنان که شما هم مشاهده میکنید 50 کیلوگرم آرد در حال حاضر 1380 افغانی به فروش میرسه که نسبت به روز گذشته اگر ببینیم در حدود 20 افغانی افزایش آمده. ما دیروز داشتیم که 50 کیلوگرم آرد 1360 افغانی در بازارها به فروش میرسید. یک لیتر روغن هم 75 افغانی در بازارها به فروش میرسه. به همین ترتیب مواد دیگر رو ببینیم که بهایش چگونه است. 1 کیلوگرم شکر 40 افغانی به فروش میرسه، 1 کیلوگرم برنج سیلاول 110 افغانی است. روز گذشته ما داشتیم که تا 105 افغانی هم برنج به فروش میرسید و 1 کیلوگرم چای هم 285 افغانی در بازارها به فروش میرسه. چون بازار افغانستان بازار وارداتی است، هر تغییراتی که در بازارهای بیرونی وارد میشه طبیعی است که تاثیرات روی بازارهای افغانستان نیز میداشته باشه. به همین ترتیب نرخ مواد نفتی و گاز مایع را می‌بینیم که چگونه است. بله، 1 کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی به فروش می‌رسه، 1 لیتر پترول هم 52 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش می‌رسه و 1 لیتر دیزل هم 54 افغانی به فروش می‌رسه. بخش عمده نیازمندی‌های ما در بخش نفت و گاز مایع از کشورهای تمویل می شود. در حدود 202 میلیارد دلار ما سالانه واردات داریم در بخش نفت و گاز مایع.
و همچنان نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل میبینیم که وضعیت از چه قرار است در این بخش. یک دلار آمریکایی 75 ژاپنی و 80 پول در بازارهای ارز افغانستان تبادله صورت میگیره. یک یورو 86 افغانی در بازارهای ارز است. به این ترتیب اسعار دیگر میبینیم. یک درهم امارات 20 افغانی و 45 پول در بازارهای ارز افغانستان تبادله میشه. 1000 روپیه هندی هم 1040 افغانی هستد. روز نسبت به روزهای گذشته اگر دیده شود 5 افغانی کاهش به میان آمده در 1000 روپیه هندی. 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی هم 543 افغانی در بازارهای ارز افغانستان تبادله صورت میگیرد. و بیننده عزیز، در این بخش برنامه بازار همکارانم هم گزارش را تهیه کردن از نخستین معامله آزمایشی کالاهای صادراتی افغانستان که به بازارهای ترکیه در حرکت است. بانجان که گفته میشه که روز پنج شنبه هفته گذشته این روند آغاز شد. اکنون این کالاهای صادراتی افغانستان به ترکمنستان رسیده است و قرار است که در روزهای آینده به ترکیه و از آنجا به کشورهای اروپایی برسه. همچنان که اتاق تجارت میگه که با رسیدن این معامله آزمایشی کالاهای صادراتی افغانستان بخش عمده از مشکلاتی که فراه صادرات کالاهای بازرگانی افغانستان وجود داره اینا از میان برداشته میشن و همچنان مشکلاتی که گفته شده که هنوز هم وجود داره در قسمت رودپاس است، ویزه است و همچنان در بخش گمرکی که امیدواری ها وجود داره که این مشکلات هم از میان برداشته شود. نخستین محموله آزمایشی کالاهای صادراتی کشور که به روز پنج شنبه به سوی بازارهای ترکیه حرکت کرد به ترکمنستان رسیده است. اتاق تجارت و صنایع میگوید که این محموله با استقبال شمار از کشورهای شامل راه لاجورد روبرو شده است. مسئولان این اتاق میگویند که با رسیدن این محموله بخش بزرگ از مشکلات فراراه حمل و نقل کالاها از راه لاجورد شناسایی و برای حل دائمی آنها اقدام خواهد شد. اطلاعاتی که ما امروز و دیروز هم داشتیم به خاطر بعضی مسائل استقبال مقامات بلندپایه دولتی کشور ترکمنستان، این کاروان یا این محموله ها در اشقابات منتظر هستند. الحمدلله کدام مشکلی پیش نامده، چون این محموله ها از طریق سیستم تیر اینا شامل سیستم تیر شدن، حرکت کردن به او طرف، خوشبختانه با کدام مشکلی مواجه نشدن. شمار از آگاهان امور اقتصادی با تاکید بر اهمیت بهره برداری از راه لاجورد میگویند که هرگام مشکلات اساسی فراراه راه لاجورد از میان برداشته نشوند، این مشکلات در درازمدت سبب زیانهای هنگفتی خواهند شد. پروژه راه لاجورد یکی از پروژه های بسیار ارزنده و مهم است به افغانستان که دسترسی پیدا میکنه به آبهای آزاد. این پروژه بر علاوه مزیت‌های اقتصادی و تجارتی که داره مزیت سیاسی هم در افغانستان و کشورهای زینف دهی میتونه بهره مند شود. راه لاجورد که از بندرهای ترغندی و آقینه در افغانستان آغاز و با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در نهایت به اروپا پیوند می شود، کوتاه‌ترین راه برای دارالسلطه‌های بازرگانی میان کشورهای آسیای اروپایی است. با بکار شدن این راه افغانستان اهمیت منطقه‌اش را به مثابه بزرگترین کشور ترانزیتی در منطقه به دست خواهد آورد. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. بخیر، سلام. ممنون. آقای صارم، میخوایم بپرسم که اهمیت راه لاجورد بر افغانستان میتونه چی باشه و اکنون که نخستین معامله آزمایشی کالاهای صادراتی افغانستان از طریق این راه به بازارهای ترکیه میرسه، میتونه چقدر سودآور باشه که ما یک راه دیگر را برای صادرات خود باز میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت همه. راه لاجورد یکی از عمده ترین با اهمیت ترین و تاریخ ترین راه ترانزیتی افغانستان است که امروزه اهمیت اقتصادیش به مراتب بیشتر شده، به دلیلی که متاسفانه سالهای متمادی است که ما در چنگال یک دیو پلید به نام پاکستان هستیم متاسفانه از لحاظ اقتصادی، و همیشه اینا حتی مسائل اقتصادی را توسط سیاست های بسیار غلطشون التهابی میکردن. بر اندازه که ما بتانیم راه جاگزین و راه بدیل به پاکستان داشته باشیم، به ما اندازه به معنی شکوفایی اقتصادی افغانستان است. حالی هم که راه لاجورد انشالله قابل استفاده شود و مورد استفاده و برای گیری قرار بگیره، مزیت های بسیار زیاد داره. اول که راه بسیار کوتاه است، دوم بسیار ارزان انتقال میافته، به دلیلی که یک قسمت بسیار کم از این سرک تا به بازارهای اروپا که
اونجا خریدارا با قدرت بلند خرید و اقتصاد بلند منتظر امتیع افغانی هستن. در کنار از او ما یک مسئله بسیار خوبی داریم که مواد ما بسیار ارزان انتقال میفرد. بسیار قسمت کمش سرک است، 80% رای آهن است و یک قسمت دیگهش هم آب تشکیل میده که آب و رای آهن که کشتی و رای آهن باشه، اینا سیستم های ترانسپورتی و ساختار های ترانسپورتی بسیار ارزانبها هستند که میتونه که افغانستان را و امتع و تولیدات افغانستان از قهقرای کنینیش بیرون بکنه. ولی آقای سارم، پیشنهاد شما با حکومت افغانستان چی است که چگونه میتونن که از این راه من نفع افغانستان مورد استفاده از صورت بگیره و قرار بگیره؟ چون راه های زیاد باز میشه، ما میبینیم که راهکارهای خیلی زیاد روی دست گرفته میشه، مثلا ما عضویت بیشترین سازمان های بازرگانی را به دست میاریم، اما استفاده چندان که لازم از باید صورت بگیره نمیشه. یک تفاوت بسیار عمده و کلی بین رای لاجورد و سایر قراردادها و داد و ستدهای اقتصادی ما و شما وجود داره. مثلا افغانستان آمد وارد World Trade Organization شد که این یک اشتباه استراتژیک اقتصادی بود برای افغانستان، در حالی که به نظر من رای لاجورد یک راه بدیل است که نفع استراتژیک میرسانه برعکس آنچه که ما با سازمان تجارت جهانی داشتیم. اما مسئله ای است که متوجه باشیم که نفع از یک جانبه نیست. دولت افغانستان که یک چند کیلو میوه خشک و چند کیلو میوه تازه دست باچه است، فقط همین نباشه و خاطر که من بعد ما با بازارهای بسیار بزرگ با خریدارهای بسیار قدرتمند مواجه هستیم. اگر فقط با همین امتیه کنونی صادراتی ما در این را بریم، منفعت بسیار زیاد نداریم، به دلیلی که ما تمام تکسا و این مسائل قطع میشه و اونا چیزای زیادی دارن این چهار کشور دیگه که برای ما روان بکنن. به این خاطر لازم است که اگر دولت افغانستان میخواهد که از این را بهره گیری و بهره وری بیشتر داشته باشه، تولیدات داخلی افغانستان را که ما در بخش های دیگه هم میتونیم از او استفاده بکنیم، این را بارور بسازن و تقویت بکنن. بله، خب آیا حکومت افغانستان میتونه که در بخش افزایش تولیدات داخلی کارهای لازم را انجام بده؟ چون در 17 سال گذشته چنان که دیده شده توجه زیادی اینا به صادرات و همچنان افزایش تولیدات در داخل افغانستان نداشتند. تواناییش دارن، اما ای که تعهدش دارن، یعنی یک سوال است که من فکر نکنم هیچ افغان عادی و هیچ شهروند مثل ما بتونه برای این سوال پاسخ داشته باشه. با تمام معنا اینا تواناییش دارن، میتونن برق ارزان‌تر از اون چیزی که هست به فروش برسانن، میتونن زمین به سادگی از این چیزی که هست به خدمت سرمایه‌گذارا بگذارن و میتونن به قسم امنیت سرمایه‌گذارا رو تامین بکنن که هیچ کدام از اینا نمیکنن. بر علاوه دولت افغانستان متاسفانه به هیچ وجه در این بخش توجه نداشته، نه دولت آقای کرزی و نه دولت آقای غنی که مردم بسیار توقع داشت اینا توجه بیشتر داشته باشند، اما متاسفانه حتی به اندازه دولت غنی در این توجه نبود و دلیلش هم مصروفیت های عجیب و غریب و زدبند های عجیب و غریب در داخل خود دولت بود که در سال سیوم کارش آقای غنی گفت که ما تازه به مسائل اقتصادی توجه میکنیم، که یک بحث بسیار مایوس کننده برای مردم افغانستان و به ویژه در بخش اقتصادی و تجارتی مردم بود. من امیدوار هستم که با شدن این راه دولت افغانستان با امتیه بیشتر به استقبال از این راه بره و بتانه که مردم از این حالت فعلیشان نجات بدن، به دلیلی که این راه هم میتونه به دیقان کمک بکنه، هم به تاجر کمک بکنه و هم میتونه به بخش ترانسپورتی ما کمک بکنه و اشتغال زایی بکنه. اما اگر مثل راه دیگه و مثل بنادر دیگه، مثل دهلیزهای هوایی که شما هم در موردشان گفتین، اگر مثل از او راه دهی هم غفلت صورت بگیره، متاسفانه ما هیچ استفاده نخواد کردیم. نه تنها که استفاده مفید نمیتونیم، بلکه سرازیر شدن امتیه تجارتی ای چهار کشور دیگه وضعیت از این بدتر خواد کرد. بله، آنچنان که گفته میشه که در راه لاجورد هنوز هم در بخش رودپاس، ویزا و گمرک مشکلات وجود داره. اگر این مشکلات از میان برداشته نشه در کوتاه مدت، میتونه چقدر زیانبار باشه بر افغانستان؟ خب به دلیلی که تا بال افغانستان از این را هیچ استفاده نکرده، بحث زیان بسیار جد مطرح نیست. اما همین معقوله اقتصادی که ما هر وقت جلو نقصه بگیریم فایده میکنیم، اگر به این اساس بریم جدا که یک ضرر است و میتونه که تاجرای ما هم که حالا به گرمی از این را استقبال کردن و آماده سرمایه گذاری هستن، اونا را هم دلسرد بکنه مثل راه دیگه و بنادر دیگه.
اما اگر دولت افغانستان در همکاری کشورهای چهار کشور دیگه که در این مسئله شامل هستند اینا این مشکلاتشان حل بکنن، ما دو کشور دیگه تاجیکستان و قرقیزستان هم میتونیم کلاغمند بسازیم که اون میتونه این داده ستاد واقعا شکوفا بسازه. اما اگر این مشکلاتی که فعلا وجود داره اگر این دولت افغانستان و سایر دول عضو حل نکنن، نه تنها که دولت ها رو نمیتونن جذب بکنن بلکه باعث دلسردی تاجرای فعلی هم خواهد شد. بله تشکر، سپاس از اینکه بابا نوزی رفته. بخیر باشید، سلام. تا لحظات دیگر. انتقاد از کارکرد ضعیف شهرداری کابل. ادامه برنامه بازار خوش آمدید. با گذشت بیش از 20 روز از آغاز قیریزی 500 متر جاده در گردنه کارته سخی تا کنون این پروژه تکمیل نشده است. شماره از باشندگان پایتخت با انتقاد از کارکردهای ضعیف شهرداری کابل در کار این پروژه میگن که کندی کار این جاده گذشته است، مشکلات دیگر رفت آمد را در این محل دشوار ساخته است. در این حال مسئول شرکت پیمانکار این پروژه میگوید که شماره از باشندگان این محل جلوه کارانان را میگیرند و شهرداری در این بخش خاموش است. پس از تاخیر 3 ساله در کار ساخت جاده کارته آریانا کارته سخی، کار 500 متر باقی مانده این جاده 20 روز پیش از سر گرفته شد. در آن زمان مسئولان شهرداری کابل زمان تکمیل شدن کار این جاده را چند روز محدود گفته بودند، اما اکنون که 20 روز از آن میگذرد تا کنون این بخش کوچک جاده کارته سخی به بهره برداری سپرده نشده است. از این بالا که دزد است تا به پایینش، یعنی تو فکری از این را بکو که در وطن ای تو چور است، اگر 4 تا غریب بیچاره به خاطر شهروندی مردم به بسیار مشکلات است. هر کسایی که خانه‌اش را کس مثلا آرد میره، روغن میره یا او میگرند بسیار با جنجال است. در همین حال مسئولان شرکت پیمانکار این پروژه میگویند که هیچ گونه نظارت از سوی شهرداری کابل در این پروژه وجود ندارد. آنان میگویند که در کنار مشکلات از سوی مردم محل، به برنامه‌گیری‌های شهرداری کابل علت کندی کار این پروژه است. کارون های مک پر مخه که پاتی دید چه ده ریاست ناحیه دوم نباید مک تا اگه کارون لکده اگه کر چه تا سوینه نیم کر پاتی ده ده باید ویران شید. با تماس های مکرر سخنگوی شهرداری کابل در این باره حاضر به گفتگو نشد. از سوی هم همزمان با اثرگیری کار این جاده رفت آمد بر این مسیر متوقف شده است. شماره از باشندگان پایتخت با انتقاد از شهرداری کابل میگویند که از کار این پروژه جاده سازی نظارت ندارد. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای نجیب الکوزی رئیس ناحیه دوم. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام بر شما. ممنون. خیلی گذاری، ما پیش از این هم شما را داشتیم در آغاز کار از این پروژه. میشه علت شب بکنید که چرا کندی صورت میگیره در کار از این پروژه، چون مشکلات زیاد را بر باشندگان محل با وجود آورده؟ خوشبختانه همونطور که در برنامه گذشته یادآور شدیم که 8 سالی معضله وجود داشت، 8 تا حتی در حضور قسمت 6 شاروال هم، یعنی حتی 3 دانش به خاطر مگردنه سخی برطرف شدن. خوشبختانه کارش به صورت نرمال پیش میره و ما تخمین زده بودیم که در ظرف 2 ماه خلاص شوه، ولی کاری که ما دیدیم انشالله تا 1 ماه دیگه کاملا ساحه هموار میشه و اون معضله که در گذشته وجود داشت از اونجا رهایی خواهیم پیدا کرد و در سال نو هوا که گرم میشه او را قیر خواهیم کرد. در 20 روز که کار تا هنوز صورت نگرفته، هنوز بخش اندک از این جاده گفته میشه که ساخته شده، چه امیدواری وجود داره که شما بتونیم تا 2 ماهی که وقت این کردین کار از این پروژه تکمیل شود؟ چون اگر خود پروژه رو ببینین اونقدر پروژه حجمش زیاد نیست که شما 2 ماه 3 ماه را حداقل مد نظر بگیرین. 500 کیلومتر 500 متر است. در مجموع یکی سرک است که در ساحه هموار جور میشه، یکی ساحات کوهی است، معضلات خاص خود داره. همونطوری که در تصاویر شما مشاهده کردین
کار بسیار خوب پیش میره. خوشبختانه دستاورد خوب داشتیم در 20 روز و یک مشکل اساسی است که در زو ساحه موترهای زیاد ما نمیتونیم که بر فعلا استفاده کنیم. انشاءالله در روزهای بعدی که ساحه یک کم ذره پهن‌تر میشه، تعداد موترها و ماشینالات بیشتر میشه و انشاءالله در ظرف 30 روز دیگه مکمل ساحه هموار میشه و برای سال آینده که هوا گرم میشه برای قیریزی آباده میشه. بله. آقای الکوزای، مثلان شرکت پیمانکار که شما استخدام کردین، اونا میگن که باشندگان محل برای از اینا مشکل ایجاد میکنن و رای عملی ساختن پروژه، گفتن شما چی است؟ در مجموع باشندگان اونجا حتی کسانی بودن که ما رو تهدید به مرگ کردن، کسانی بودن که حتی وکیل گذاری که از اونجا همراه ما همکاری میکرد و این مشکل این مزله را مردم برای ما حل کردن. ما از طریق خود مردم شورای جور کردیم، وارد رأس قرار دادیم و تانستیم مشکل بسیار آسانی حل کنیم و مانند 8 سال گذشته بیس یک مزله و یک گره باقی نماند و کارش پیش میره و یک تعداد سنگ اندازی ها هستن، افرادی وجود دارن که برای اینکه بتانن یک منافع خودم سالهای گذشته بالاتر از ده ها نمره را از اونجا بعضی از افراد با همی دعوا و جنگله به دست آوردن، مگر ما در مقابل از مقاومت خود داریم، هیچ امتیازی برشان دادن نمیشه و از ساحه دولتی است و کار پروژه بسیار خوب پیش میره. خب کسایی که به گفته شما سنگ اندازی میکنن، برخورد شما با این اشخاص چه خواهد بود؟ چون اینا مانعی هستن سر راه عملی شدن پروژه. اگر دخالت زیاد کار پروژه اونقدر زیاد باشه که باعث کندی کار شود. اما مثلا پروژه میگن که چون این کار هست و شما خاموش هستین در مقابل این سنگ اندازی ها. بله، در مجموع در جریان 20 روز به تعداد 6 نفر تا فعلا ما توسط نیروهای امنیتی که بیش از حد از اونجا اخلال کردن بندی شدن، تعهدشان را گرفتیم، تعهد بزرگانشان را گرفتیم و حتی یک فرد از بغلان، یکی از کارمندای بعضی یکی از ادارات بود که وکیل گذر ما را تهدید به مرگ کرد، از بغلان گرفتارش کردیم، آوردیم، تعهدش را گرفتیم و کارش خوب پیش میره و بعضی از بچه ها، بعضی از اشخاص در مساحات وجود دارن، از طرف شب بعضی از مسائل امنیتی را دوست دارن که دازونج ماشینالات نباشه، دوست دارن که پلیس نباشه، او افراد اخلال میکنه و ما همه روزه گزارشش را همراه نیروهای کشفی شریک میکنیم و خوشبختانه همکار خوب ما بوده نیروهای امنیتی و پروژه خوب پیش میره. یعنی مردم امیدوار باشن تا دو ماه دیگر این پروژه تکمیل خواهد شد. اطمینان میتن شما بر مردم. دقیقاً دو ماه دیگه از این سرک عبور کنن و از اون مزرعه از اون تنگنایی که وجود داشت یک سرک پهن‌تر خواهد بود و در سال نو قیر خواهد شد. بله. آقای الکوزای، میخوایم بپرسم ای که خب با عملی شدن از این پروژه میتونه چقدر اما مشکلات ترافیکی که در حال حاضر در پایتخت وجود داره یک بخش عمده از این مشکلات حل شوه؟ همونطور که سرک باغ بالا رو میبینین یک مشکل اساسی بین شهر کابل حل میکنه، این سرک میتونه به مساله یک متمم بسیار قوی برای اتصال بین غرب کابل و مرکز کابل باشه و خوشبختانه این سرک در گذشته با وجودی که خراب بود به یک مسیر اصلی استفاده می شد. همیست که من هموطنان عزیز ما فعلا انتقاد میکنن چرا کارش پس میره، بعضی مونا که ما بازو ضرورت داریم و این سرک که جور شد انشالله یک مشکل اساسی شهر کابل حل میکنه. بله. در قسمت همین جاده بازم میخوایم از شما پرسم که در بخش استملاک زمین، کسایی که خانهشان استملاک شده در مسیر از این جاده، در کدام قسمت از شهر کابل برای از اینا زمین داده شده که اینا دوباره بتانند که بر خود خانه را آباد بکنند؟ چون مشکلاتی که وجود داره و شکایت هایی که همواره در این بخش هست که در جاهایی برای از اینا داده میشه که اونجا اصلا امکان زندگی کردن وجود نداره. استملاک در سالهای گذشته صورت گرفته و بعد وقتانه مزله را کسایی جور کردن که هم زمین گرفتن، هم زمین در ارزان قیمت گرفتن، هم خانه از اونجا جور کردن و هم خانه ای که در اینجا داشتن رو رها نکردن و یک مزله کلان بود در 8 سال گذشته که ما مطابق به قانون همراهشان هونه صحبت کردیم و قناعتشان دادیم و تانستیم که می خانه ها رو تخریب کنیم. چقدر خانه ها در مسیر از این جاده استملاک شدن در کل جاده؟ در کل جاده در حدود 131 نمره در سالهای گذشته توزیع شده بود، ولی خوشبختانه از روزی که ما کار شروع کردیم حتی یک بلس نمره به کسی توزیع نشده و نماندیم که یک سوء استفاده ای که در سالهای گذشته صورت می گرفت صورت بگیره و تمامش به خاطر حمایت رهبری نو شهرداری کابل می باشه. بله. در کنار از این بیان روی دیگر پروژه های شما در ناحیه دوم، من بپرسم که چه پروژه ها و برنامه های دیگر در حال حاضر روی دست شما است به خاطر اینکه سهولت بر مردم ایجاد شده و خدمات شهری برشان ارائه شده بکنید؟ درست. در مجموع ناحیه دوم بیشتر باشنداش در ساحات کوهی می باشه و
و مزلات تسریر ما در سالهای گذشته آسیب شناسی انجام دادیم و پروژه های خوبی را دیزاین کردیم و اولویت پروژه را دست خود باشندگان دادیم. خوشبختانه فعلا در ناحیه دوم در ساعات بسیار صعب العبورش در دامنهای کوک هستند. پروژه زینی سازی ما داریم در حدود 3 کیلومتر است که اونامور کارش عملا شروع شده و خوب پیش میره و همکار هستن مردم همراه ما. و در ساعات دیگه ناحیه دوم بخصوص ساعاتی که در اونجا مراکز تعلیمی بخصوص مکاتب وجود داشت مزله بود که شاگردا که از سرک عبور میکردن اون با مشکل تصادف موتر برخورد میکردن. خوشبختانه در اون ساعات با پلای هوایی که نصب شده میتونه که یک کمک بسیار قوی بر ازوا باشه. در قسمت های تنظیفی در سالهای گذشته انبارهای زباله ما داشتیم. در ناحیه دوم شورای تنظیفی را که جور کردیم تانستیم تمام انبارهایی که در سطح ناحیه دوم وجود داره بر فعلا از بین رفته شود و همکار اصلی ما مردم بوده و قوت ما مردم بوده که در ناحیه دوم بر فعلا نسبت به سایر بخشا میتونیم موفق باشیم. بله، در قسمت آب میخوایم بپرسم که یک بخش عمده کسانی که در ناحیه دوم زندگی میکنن همان آب است. کسایی که شما گفتین که بخش عمده شان در کو زندگی میکنن، در این قسمت پروژه های آب رسانی چگونه است؟ آیا پروژه روی دست هست؟ در حال حاضر اینا چگونه استفاده میکنن؟ در مجموع مسئله آب رسانی و آب آشامیدنی که است مربوط به بخش به ریاست جدا دارن، مربوط به شارولی کابل نمیشه، ولی خوشبختانه ما مسئول آبرسانی که در سطح ناحیه دوم است عضو به قرارگاه مشترک ناحیه دوم بر دو سال از کور دعوت میکنیم. مشکلات مردم به صورت مشخص و منظم هم رای شریک کردیم و بعضی از افراد که در ساحات کویی چون بیشتر از نل استفاده میکنن و سوء استفاده ها میکردن، واتر پمپ های نصب کرده بودن که آب بیشتر استفاده کنن برای مادرشویی خود، برای آبیاری خود، او رو تانستیم به همکاری ارگان‌های امنیتی و افراد شناسایی کنیم و اونا مو سوی استفادهشان رو بند کنیم. بله، تشکر. سپاس از این که با برنامه حضور یافتین. خیلی سپاس. ادامه خبرها. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگن که پس از این فرآورده های کشاورزی داخلی بیشتر در خریدیه های نظامی کشور استفاده خواهد شد. مشاور وزارت زراعت در بدخشان میگه که کشاورزان این ولایت باید برای افزایش حاصلاتشان بکشند و میگه که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور غنی در خریداری های نادهای امنیتی به فرآورده های داخلی اولویت داده میشود. مشاور وزارت زراعت و آبیاری میگوید که همزمان با دستور رئیس جمهور برای اولویت دادن به فراورده های داخلی در خریداری های حکومت، کشاورزان باید برای افزایش حاصلاتشان تلاش کنند. وی به کشاورزان در بدخشان میگوید که بسیاری از فراورده های کشاورزی کشور در پیمان های خریداری های حکومت گنجانیده شده اند. وزارت زراعت با تدارکات ملی کشور، با وزارت داخله و دفاع اتحادهای ملی را ایجاد کردن که در شش اقلام مهمی کشور که بعد از این یقین از تشویش داشتن پروشاتشان علی تشویش از این ناحیه رفع شد. ریاست جمهوری در تبانی با وزارت زراعت تصمیم گرفتن که بعد از این فرآورده حاصلات ایوانی و نباتی هر ولایت اینا مستقیم قرارداد کن با نیروهای امنیتی، یعنی در و به خاطر همین هم چندین مواد قانون تدارکات رئیس جمهور تا یک فرمانی تعدیل کردن که شرایط مساعد بسازد. از سوی هم شماری از کشاورزان و دامداران در ولایت بدخشان تصمیم رئیس جمهور را مبنی بر حمایت دوامدار از کشاورزان مهم می‌دانند و میگن که این کار زمینه های افزایش درآمدهای آنان را فراهم خواهد ساخت. ما سابق که بود محصولات ما را که وقتی که ما کچالو پیاز برنج هرچی که کشت میکردیم محصولات ما به صورت درستش به فروش نمیرسید و ای که اگر به این خاطر بود که کم بودی همون فروشات ما بود که ما علاقمندی کمتر داشتیم که ایره به فروش برسانیم و جور کنیم. تا لحظات دیگر. کمک برای تمویل برنامه های سازمان خوراک و کشاورزی. مسئولان سفارت کوریا میگویند شما
شما بیننده برنامه بازار هستید. کره جنوبی برای تمویل بخش از برنامه های سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد در افغانستان $1 میلیون به این سازمان کمک میکند. مثلا سفارت کره در کابل میگن که از این بسته یک کمکیشان در چارچوب برنامه های سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد در ولایت های غور و بادغیس به کشاورزان این ولایت ها بذره های اصلاح شده و ابزارها برای ایجاد باغچه های خانگی توزیع خواهد شد. در این حال مسئولان سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد میگن که این سازمان برای تداوم برنامه های نهاد در سال آینده میلادی در افغانستان به $30 میلیون نیاز خواهد داشت. بسته کمک های جدید کره جنوبی برای خانواده های کشاورز در ولایت های غور و بادغیس. مسئولان سفارت کره میگویند که از $1 میلیون کمک های این کشور به سازمان خوراک ملل متحد برای 5800 خانواده کشاورز در این ولایت ها بذر های اصلاح شده و ابزار باغچه های خانگی توزیع خواهند شد. نبود مسئولیت غذایی در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ در این کشور است که زندگی کردن را در بخش‌های از این کشور دشوار ساخته است و برنامه امروز ما به هدف جلوگیری از زیان‌های آینده خشکسالی‌ها در این کشور است. از سوی مسئولان سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد می‌گویند که این سازمان تلاش دارد برای کاهش آسیب‌های خشکسالی در کشور و نیز کمک به کشاورزان برنامه‌های بیشتری را عملی سازند. آنان می‌گویند که در سال آینده میلادی این سازمان برای عملی ساختن برنامه‌هایش در افغانستان به $30 میلیون نیاز خواهد داشت. ما برای برنامه های من در سال آینده میلادی درخواستمان را به جامعه جهانی می داشته باشیم. ما در این سال چشم برای کمک های $30 میلیون جامعه جهانی خواهیم بود. چون در این سال هم ما نیاز داریم که در کار حمایت از کشاورزان برای غذای حیوانات دامداران کار کنیم. در چارچوب برنامه حمایت از کشاورزان در ولایت های غور و بادغیس که از سوی کره جنوبی تمویل می شود، برای کشاورزان این ولایت آموزش های لازم برای پرورش نباتات با آب کم و نیز کشت معیاری فراهم خواهند شد. در مورد بیشتر گفتگو می کنیم با پوهاند دکتر وکیل احمد سرحدی، استاد در دانشگاه کابل. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، همکاران شما و بینندگان محترم تلویزیون تلو. ممنون. این کمک در حدود $1 میلیون کره میتونه که چقدر سودآور باشه در بخش کشاورزی، چون بذرهای اصلاح شده که یکی از نیازهای عمده کشاورزان است، قرار است که در چارچوب این کمک ها به کشاورزان توزیع شود. خب گرچه کمک صورت میگیره، اگر کم باشه یا زیاد باشه، اگر آدم بگه که چیزی نیست، بی‌انصافی است. کار خوب است. ما تشکر میکنیم از حکومت کره و مردم کره که $1 میلیون در این عرصه با مردم افغانستان همکاری کردن، ولی در وزارت زراعت $1 میلیون است، به صدها میلیون دلار سرازیر میشه، پروژه ها طرح و دیزاین میشه. در شروع کار بسیار به اصطلاح امو آوتپوت یا نتیجه کار مثبت ارزیابی میتن، بسیار یعنی نتایج کلان بر مردم به نمایش میگذارن که ما این دستاورد خود داشتیم، ولی وقتی پروژه ختم میشه دستاوردی نمیداشته باشه. اگر واقعا این $1 میلیون به مردم غور و بادغیس در قسمت که تخم بذری را شما تذکر دادین، تخم بذری یکی از عوامل عمده در زراعت به حساب میره. بعضی هایی تعریف میکنن که آغاز زراعت است. اگر تخم سالم باشه ما میتونیم که تولید سالم داشته باشیم و همون تو دیگه عوامل تولید مانند کود کیمیاوی، سامانالات بذری، ایگپا از ضروریت های عمده است، ولی باید اولویت بندی صورت بگیره مطابق به شرایط زراعت یا منطقه. شما در بادغیس میبینین جنگل های بسیار وافر پسته وجود داره. اگر مثلا از این پل در حفاظت جنگل های پسته، در پروسس پسته، همچنان در توسعه جنگلات پسته سرمایه گذاری شود، ما فکر میکنم این یک دیدگاه پایدار میباشه. یعنی اول باید که اولویت بندی شود نیازمندی های مردم و به اساس از این کمک ها باید تخصیص داده شود. بله، اگر ما میریم برای دیقان میگیم که براتون تخم بذری میتیم، دو بوجی تخم بذری را بر یک دیقان میتیم، و اکثر دیقانان قسمی که ما به اصطلاح تجربه داریم، امو را میرن آرد میکنن، نوشیجان میکنن و او را بذرم نمیکنن، و از طرف دیگه همی تخمه های قابل اعتبار نمیباشه.
تخم میرن از مارکت میخرن میرن به دکان توزیع میکنن. بعضن تخم را وقتی توزیع کردن تخم حاصل خوب نداده. منظور ما پیشتر از این بود که طور مثال شما در قندوز میرن. در قندوز جای پخته است، جای برنج است، جای گندم است. ما میریم باید او را بذر پخته و گندم و برنج ای را تقویت بکنیم. در بادغیس میریم وقتی مثل که تذکر دادم ما باید پسته را تقویت بکنیم. یا مثلا مسائل باغداری کدام نبات دیگه که اونجا توافق خوبتر داره او را باید ما تقویت بکنیم، دیقانه را همکاری بکنیم. به این اساس ما میتونیم که به اصطلاح یک پروگرام هماهنگ ترتیب بکنیم و دیقانه را دستگیری بکنیم و همکاری بکنیم. بله، در کنار از این کمک میخوایم بپرسیم کانچنان که سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد در افغانستان میگه که اینا در بخش هایی که از خشکسالی امسال آسیب دیدن و اینا باید کمک های در اون بخش داشته باشن، نیاز است که بودجه کافی باید در اختیارشان قرار داده شود. اگر واقعا در این بخش کار صورت بگیرد، دیدگاه شما چی است؟ چگونه باید کار آغاز شود؟ چون کسایی که زیانمند شدن در حال حاضر در شرایط خیلی دشوار زندگی میکنند. خب قبلا فاو یا سازمان خوراک جهانی در قسمت تولید تخمای بذری در افغانستان واسه ان کار میکردن، خودشان تخم تولید میکردن و به دیقانها توزیع میکردن. ولی حالا یا کمک های انسان دوستانه میکنن، مثلا یک حادثه در یک منطقه میشه یا میرن اون همکاری میکنن. یعنی کارهای کلیدی و زیربینایی که قبلا انجام میدادن حالا انجام نمیتن. سفارش ما یا مثلا توصیه ما برای فاو است که به وجه از اینکه به اصطلاح کمک های انسان دوستانه را یا انجام بدن، کمک های به اصطلاح کلیدی و زیربنایی را به دیقانا انجام بدن که تا یک به اصطلاح یک کمک شود که زراعت مناطق را که یا کمک میکنن نهادینه و یا پایدار یا سستینبل شود. بله، چگونه اثرات خشکسالی را میتوان در بخش کشاورزی کاهش بدیم؟ چون ما با خشکسالی در حال حاضر روبرو هستیم. خب یکی گرچه ما باران بزور بارانده نمیتونیم که باران ما باران ببارانیم و او اقتصاد نداریم که ما از طریق تیاره مثلا باران مصنوعی تولید بکنیم. یگانه راهی را که ما میتونیم در مقابل از این مقابله بکنیم به دست آوردن تخمایی که در مقابل خشکسالی مقاوم هستن، مقاومت دارن، او را ما به اصطلاح یا داخل افغانستان تولید بکنیم یا تورید بکنیم از بیرون به دیقانا توزیع بکنیم که در مقابل خشکسالی مقاومت دارن، یا نباتاتی را در منطقه ترویج بکنیم که با آب کمتر ضرورت داره یا فصل نمویش کمتر است. از این طریق ما میتونیم که به اصطلاح در مقابل خشکسالی مبارزه بکنیم. بله، خشکسالی های امسال شما چگونه میبینید که چقدر زیان وارد کرده به بخش خشکسالی به بخش کشاورزی ما در افغانستان و اینکه اگر سال آینده هم ما با عین وضعیت روبرو باشیم از امین اکنون از دیدگاه شما چه کارهایی باید صورت بگیره؟ خب شما در میدیا هستین، همیشه به اصطلاح نشرات شما آسیبای خشکسالی را شما نشر کردین، پخش کردین، شما تجربه دارین، میبینین عملا سالی که گذشت خشکسالی در افغانستان بیداد کرد، مردم معاشی خود از دست دادن، تولیدات زراعتی پایین آمد. قسمی که دیروز ما در تلویزیون ملی شنیدم که در افغانستان تولید گندم 1 میلیون تن کاهش یافته، همی تاثیر خشکسالی است. و برای سال آینده اگر قرار باشه که بازی خشکسالی بیداد بکنه در افغانستان، از امیال باید وزارت محترم زراعت و نهادهای زی دخل باید تدابیر اتخاذ بکنن، از امکانات کمی که در مناطق وجود داره یا مثلا آبی که در مناطق وجود داره از او استفاده بکنن، تخمای بذری مقاوم قبلا گفتیم در مقابل خشکسالی توزیع بکنن، ذخایر استراتژیک گندم مواد خوراکی را در مناطق آسیب پذیر یا ایجاد بکنن، ذخایر استراتژیک تغذیه یعنی خوراکی حیوانات ایجاد بکنن تا اینکه مردم متضرر نشوند از این ناحیه. بله، به عنوان سوال آخر میخوایم بپرسم در مورد کمک ها که کره جنوبی کمک را که انجام دادن، آیا کمک هایی که در بخش کشاورزی در طول سالهای گذشته صورت گرفته اینا تانستن که سودآوری و سودمندی در بخش کشاورزی داشته باشن؟ خب اینو ما گفتم نمیتونیم که هیچ نوع موثریتی نداشته، ولی موثریت قابل ملاحظه ای که باید میداشت نداشته. بله. یعنی کمک ها که صورت میگیره اکثرا ما یک تجربه خود براتون میگم که ما یک پروژه گرین در فاکولته ما اونجا نو ایجاد شده، ما یک سیستم آبیاری است به نام ریزبت که او به اصطلاح تولید تخمای بذری مقاوم در مقابل خشکسالی تخم گندم است. ما این پروژه را برای ایجاد پیشنهاد کردیم،
همین پروژه را یا ریجکت کردن با وجود از اینکه اون گریدی که وا داشتن پروژه ما نور نمره گرفته بود از دنمرا و او رد کردن. علت چیست که در پروژه هم افراد غیر مسلکی استخدام میشه، وزارت زراعت هم افراد غیر شایسته و غیر مسلکی را استخدام میکنه و وا تشخیص کرده نمیتونن. بنان اگر پروژه صحیح مدیریت شوه، پولا برای درستش به مصرف برسه، به واسطه اینکه موتورای زری بخرن یا فرنیچر بخرن یا ماشای گزاف برای مردم بتن، دمروی که پول باعث به ارتقای یا بلند بردن تولیدات زراعتی میشه به مصرف برسه، من فکر میکنم مشکل حل میشه. بله تشکر، سپاس از اینکه با برنامه گرفتین. خیلی سپاس. ادامه خبرها، تونس با کمبود نیروی کار روبرو شده است. بخش بزرگی از نیروی کار تونس را کارگران دیگر کشورهای آفریقایی تشکیل می‌دهند. در این حال نبود قانون لازم کار در این کشور سبب شده است کارگرانی که از دیگر کشورها به تونس می‌آیند نتوانند به تمام امتیازاتشان دست یابند. با نشر همین گزارش برنامه بازار نیز به پایان می‌رسد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار. تونس یکی از کشورهای نیازمند نیروی کار بشری. این کشور در حال حاضر با کمبود نیروی کار مواجه است و بخش از کارگران موجود در این کشور در حال حاضر از کشورهای دیگر وارد می شوند. کارگران مهاجر معمولا در تونس در بخش ساخت و ساز، خدمات و رستوران ها مصروف کار هستند. فرصت های کاری در هر جا فراهم نیست. من یک سال پیش از منطقه از افریقای جنوبی آمدم و خوشبختانه توانستم در این تانگتل کار پیدا کنم. مالک این تانگتل آدم خوبی است. بخش بزرگی از نیروی کار تونس را کارگران آفریقایی تشکیل می دهد. در همین حال کارگرانی که به شکل غیر قانونی وارد تونس می شوند از سوی برخی از کارفرمایان مورد بهره جویی غیر قانونی قرار می گیرند. این افراد از بیشتر امتیازاتشان برخوردار نیستند. قبل از این که من اینجا بیایم به من گفتند که کار در تونس بسیار مشکل است، مگر اینجا من بسیار احترام می شوم و درآمد کسب می کنم. قانون کار تونس نمیتواند نیروی کار را که از کشورهای دیگر می آیند محافظت کند، مگر در شماری از شهرها در جنوب تونس کارگران مهاجر میتوانند به شکل قانونی کار کنند. ورود کارگران به تونس به قانون سال 1986 این کشور برمیگردد. کارشناسان در تونس میگویند که قانون کنونی کار در تونس نمیتواند کارگران مهاجر را از استثمار شماری از کارفرمایان محافظت کند و باید قانون جدید برای جلب کارگران خارجی ساخته شود.